سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه قسمت دیگه از دوره زویک سر خدمتتون هستیم. توی این بخش میخوام به بررسی بحث اوتو رجیستریشن و یوزر پارامیتر توی زویک بپردازیم. بریم این قسمت رو شروع کنیم با هم. بحث اولی که میخوام با هم بررسی بکنیم اوتو رجیستریشن هستش. همونجور که میشه از اسمش حد زد، در واقع کاری که برای ما انجام میده با انجام یه سری تنظیمات باعث میشه که اون هاستی که میخوایم مانیتور بکنیم در واقع به صورت اتوماتیک داخل خود زویکس بیاد و ثبت بشه و دیگه اصلا نیازی نباشه ما بریم کرییت هاست بزنیم و یه سری پارامتر براش در واقع تعریف کنیم. خودش اتومات وقتی که سرویسش بالا اومد بر اساس کانفیگی که تو ایجنتش انجام شده میاد و در واقع داخل خود زویک ثبت میشه، کار مانیتورینگش بسته به تمپلیتی که بهش اد کردیم انجام میشه. خب بریم روی زویکسمون. ابتداعا از بخش کانفیگوریشن اکشن میایم بخش اوتو رجیستریشن اکشن. این بخش رو انتخاب میکنیم که مربوط به این داستان میشه. کرییت اکشن رو میزنیم، یه اسمی براش انتخاب میکنیم، اسمش رو میزنیم لینوکس. میتونیم بر اساس نیم باشه، هاست نیم باشه، هاست متا دیتا باشه، یا اینکه بر اساس چه پروکسی باشه، دیتا رو چه پروکسی گرفته باشه. ما هاست متا دیتا رو میزنیم و آپریتورش هم تو جلسات قبل گفتیم دیگه اینم به چه معنا هستش. کانتین میذاریم لینوکس. هاست متا دیتا چی هستش؟ داخل خود فایل کانفیگ ایجنت زویکس روی اون هاست مقصدمون در واقع یه بخش به نام هاست متا دیتا داره. اونجا میتونیم در واقع یه سری متا دیتا انتخاب بکنیم که بر اساس اون هم زویکس هاستمون رو شناسایی بکنه. این رو اد میزنیم. خب یه شرط براش گذاشتیم که اگه هاست متا دیتا شامل کلمه لینوکس بود. خب حالا وقتی که این رو شناخت چه کاری انجام بده؟ در واقع آپریشن و عملکردش رو هم داخل اکشن ما باید تعریف کنیم. یعنی بخش آپریشن اد رو میزنیم، یک سری عملیات برای ما اینجا اعلام میکنه، یعنی داره، میتونیم ازش انتخاب بکنیم. ارسال SMS باشه، اضافه کنه، حذف کنه هاست رو، به یه هاست گروپی اضافه بکنه. اولینش در واقع اد هاست هستش که ما میخواهیم اون هاست رو به زویکس ما اضافه بکنیم. بعد از اون میخواییم که یه تمپلیتی اد بشه، یعنی یه تمپلیتی بهش جوین بشه که وقتی شناخته شد خب یه سری دیتا رو جمع بکنه دیگه. چون ما اونجا گذاشتیم لینوکس، اینجا رو هم میذاریم لینوکس بای زویکس ایجنت و اد رو میزنیم. بعد از اون هم طبیعتا باید هاست بر ما اینیبل بشه که اد رو میزنیم تا اینیبل هاست انتخاب بشه. اینجا تقریبا کار ما تموم هستش و اد رو میزنیم. اینجا در واقع ما یک اوتو رجیستریشن اکشن ساختیم که اگر هاستی با این اسم داخل شناخته شد داخل زویکس برای ما بیاد. بریم داخل کانفیگ زویکسمون، یعنی اون ایجنتی که روی اون هاست مقصد هست، آی پیش از 192.168.123. خب فایل کانفیگا etc زویکس agent.txt فایل باز میکنیم. بخش سرور و سرور اکتیو و آی پی سرور زویکس رو میذاریم. دو تا نکته هستش، این حالت اوتو رجیستریشن رو هم میتونید دو حالت اکتیو کانفیگ کنی هم تو حالت پسیو. معمولا حالت اکتیو بهتره، چون اگر که اون هاست وجود نداشته باشه و ما حالت پسیو گذاشته باشیم میره یک سری در واقع دیتاهایی رو میخواد بگیره، ما تو حالت آنناون میمونه آیتممون و یه پروسس بی خودی رو در واقع ما ایجاد کردیم داخل زویکسمون. پس اگه اکتیو باشه بهتره خودش بیاد دیتا بفرسته. در نتیجه بخش سرور و سرور اکتیو و آی پی سرور زویکسمون گذاشتیم. سرور اکتیو، هاست نیمش هم گذاشتیم سوارم 1.
یه بخش اینجا داره اونا هاست متا دیتا، اینا رو از قبل آماده گذاشتم. هاست متا دیتا گذاشتیم لینوکس، در واقع همون کاندیشنی که توی اکشن اوتو رجیستریشن گذاشتیم رو هم اینجا ما باید قرار بدیم. به این ترتیب کار رو انجام میدیم و این تغییرات رو انجام میدیم. سه تا تغییر داخلش انجام، داخل فایل کانفیگ ایجنت انجام میدیم. خب هاست دیتا رو آن کامیت میکنیم، یک بار هم ایجنتمون رو ریستارت میکنیم. سیستم سیتیل ریستارت زبیکس ایجنت. خب یه بار این ریستارت شد. کجاها این در واقع این داستان به درد ما میخوره؟ جاهایی که محیط های ما کلود داریم، به فرض مثال یه زیر ساخت کلودی ما داریم و حالا مثلا پرایوت کلود باشه، به طور مثال اوپن استک، ما میتونیم این ایجنت زویکس رو داخل اون ایمیجی که در واقع کاستوم کردیم قرار بدیم و به صورت اتومات اگر یه وی امی ساخته شد، اینستنسی ساخته شد داخل اون زیر ساخت، به صورت پیشفرض خودش بیاد دیتاش رو برای ما بفرسته، نیاز نباشه که ما بریم پی تغییرات انجام بدیم و کار خاصی رو داشته باشیم روش. اوورهد خیلی زیادی رو از ما کم میکنه. این بخش مانیتورینگ هاست میبینیم که اینجا در واقع سوارم، یک سوارم برای ما پیدا کرده. البته فکر کنم یکی شاید اضافی هستش، باید پاکش. این کانفیگوریشن هاست میبینید که چون کانفیگ اون ایجنتش هم انجام داده بودیم، در واقع داره برای ما کار میکنه. بخش مانیتورینگ لیتست دیتا هم که بریم هاستمون رو بذاریم سوام، ببینیم که دیتا داده بهمون یا نه. خب ببینیم که دیتا ها رو برای ما جمع کرده و ایجنت هم اویلیبل و مموری و سی پی یو دیتا هاش هم برای ما جمع آوری کرد. خب پس این هم بخش اوتو رجیستریشن رو هم با هم دیدیم که کجا به کار میاد و چه کمکی میتونه به ما بکنه. اینجا اگر توی بخش کانفیگوریشن هاست بریم، نکنه یه گروهی به صورت پیشفرض خودش میاره به نام دیسکاورد هاست. این به صورت پیشفرض خود زویکسین شناسایی میکنه. تمپلیت هم یه چیزی به صورت پیشفرض زدیم دیگه توی خود اکشنی که تعریف کردیم، گفتیم این به صورت پیشفرض اد بشه بهش که واقع این رو برای ما شناسایی کرده. این از بخش اتورجیستریشن. مبحث بعدی که میخوایم بررسیش بکنیم یوزر پارامیتر هست. یوزر پارامیتر در واقع یکی از روش های اجرای یک کامند بر روی اون هاست مقصدی هستش که داریم کار مانیتورینگش رو انجام میدیم. روش های دیگه هم داره، اما این روش به صورت در واقع روش پیشنهادی خود زویکس هست و خودش در واقع سلوشنی از قبل پیشنهاد داده. بریم این رو با هم انجام بدیم یه نمونه. خب اولین که باید بریم فایل اون کانفیگ ایجنت رو یه ادیتی بکنیم، یه بخش یوزر پارامیتر دال، بعد با هم ببینیم که چی شده. خب بیایم داخل دوباره بخش کانفیگش سلش یوزر پارامیتر. خب اینجاست بخش. اگر دقت کنید ما در واقع کانفیگ یوزر پارامیتر داریم، آن کامنتش میکنیم. اینجا اگر دقت کنید داخل توضیحات بالاش نمونه زده دیگه، کی ویرگول و شل کامند، یعنی دستوری که قراره داخل این هاستی که الان داریم میخوایم مانیتورش بکنیم که الان برای ما همون سوارم یک هستش رو اجرا بکنه. حالا
یه کلیدی باید براش بسازیم، مثل آیتم ساختن دیگه، یه کلیدی باید براش بسازیم، میذاریم پرینت، خیلی چیز نیست، میذاریم پرینت، اینجا گذاشته بودیم is alive، حالا خیلی فرق میکنه اسم، فقط باید یونیک باشه دیگه چون آیتم در و اکو میکنیم هلو. فقط اینکه دارید متن میذارید این رو هم باید مد نظرتون باشه که تکست توی ساخت آیتمش باید مد نظرمون باشه. یه بار دیگه ریسی استارت، میایم داخل بخش زبیکس هاست و بریم از کانفیگوریشن، کانفیگوریشن هاست بخش آیتم، یک در واقع آیتم میسازیم، مراحلش اینجا هم توضیح دادم، یوزر پارامتر رو اینجا ساختیم، ریست کردیم و اسمش رو یه چیزی میذاریم، تایپش زویکس ایجنت باید باشه، کلیدش باید همون اسمی باشه که داخل بخش کلید یوزر پارامتر گذاشتیم، ما اینجا گذاشته بودیم پرینت، اسمش رو میذاریم پرینت، این هم خاصی هستش که با اوتو رجیستریشن انجام دادیم دیگه، تایپش زویکس ایجنت، کلیدش رو میذاریم پرینت، نامریک نیست، تکس و این هم باشه، یک مین میذاریم و تست رو میزنیم ببینیم که به چه صورت است، میبینیم که خروجی هلو زویکس رو به ما نمایش میده و گزینه اد رو میزنیم و یه آیتم مثل پرینت برای ما نمایش داده شد. یه چند لحظه هم منتظر باشید، در واقع توی بخش لیتست دیتا این مقداره برای شما میاد به مرور میکنه، الان اون بنسه هیستوری میگیریم هلو زویکس. حالا داخل این ایجنت شما هر دستوری که مد نظرتون باشه رو در واقع میتونید اجرا کنید و استفاده کنید، مثلا میتونید با دستور تاپ و یه سری گرپ هایی که روش انجام بدید، مثلا بیشترین پروسسی که بیشترین مثلا مصرف سی پی یو داره از داخلش در بیارید و داخل اون تیکه شل کامنده بذاریم، ما اینجا زده بودیم پرینت هلو زویکس، حالا میتونه اون کامنده باشه و به تعداد زیاد هم میتونید در واقع این کار رو انجام بدیم. روش بعدی که میتونید روی هاست مقصدتون در واقع بیاین و یه کامندی رو اجرا کنین این هستش که شما یه آیتمی بسازین از همون نوع زویکس ایجنت، من اینجا بهش اشاره میکنم که یه کلیدی به نام system.run داره، system.run، بعد مثلا یه کامند ساده بعد داخل خود کانفیگ همون ایجنت زویکس یه بخشی به نام الو ریموت کامند داره، توی ورژن قدیمی این بود، الان جدیدن اسمش الو کی و دینای کی هستش، الو کی رو اگر آن کامنت کنید و مقدارش یک خراب بدید بهتون اجازه میده که سرور زویکس روی اون هاست مقصدتون یه کامند لینوکسی اجرا بکنه بر حسب میزان سطح دسترسی که در واقع داره و از این طریق هم میتونید روی اون سرور مقصدتون در واقع اون کامند رو اجرا بکنید، هر کدومشون که راحت تر هستین، اگه دسترسی به فایل کانفیگ ایجنت دارین که خب طبیعتاً هر دوتاش رو میتونید استفاده بکنید. خب این بخش هم به پایان رسید، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون، اگر سوالی پیشنهادی انتقادی بود به من در ارتباط بذارین از طریق مسیرهایی که قبلا معرفی کردم، تا جلسه بعدی خدا نگهدار.